شالوم بر ای ایران شالوم بر تو افغانستان شالوم بر تو تاجیکستان شالوم خداوند ما عیسی مسیح با تک تک شما عزیزان باشه خدا جلالش از طریق شالوم تو نمایان میکنه تا همگان بدانن خدای ما خدای بدبختی و گریه و ناله و مصیبت و تیاد نیست خدای ما خدای سلامتی و امنیت و برکت و شفا و آرامیه شما برای شالوم فراخوانده شدید وارث شالوم باشید شما برای برکت فراخوانده شدید تا وارث برکت باشید مس خدا با دانشگاه و میز و نیمکت نمیاد مس خدا در حضور خدا و قلبی که برای درد میتپه خدا تو رو مس میکنه که ابزاری بشی شفا طریق تو جاری بشه خدای من زنده است امید من زنده است حکم من زنده است منجی من زنده است ولی من زنده است پسر خدا عیسی آمد تا اعمال ابلیس رو باطل کنند آمین و من و تو نیز اقتدار داریم که اعمال ابلیس رو باطل کنیم آمین تمام نقشه‌های او رو باطل کنیم آمین تمام افکار اون رو باطل کنیم آمین ما این قدرت رو داریم نه فقط برای خودم و زندگی خودم بلکه برای, برای سرزمینم برای خانواده‌ام برای تایفم برای محله من میتونم در مسی تاثیرگذار باشم در ثبت خداوند شفا هست در ثبت خداوند قوت هست در ثبت خداوند آزادی هست و تو داری در این شفا و آزادی زندگی می هر چیزی که تو لازم داری که باشی آن چیزی که خدا میخواد باشی تو داری امروز روز توست امروز روز ماست امروز آنها نیست که از راه دور با ما هستند در نام عیسی مسیح خداوند به تک تک شما عزیزان، خواهران و برادران، دوستان و مهمانان، عزیزان راه دور به شما سر سل و سلامتی خدا را اعلام می کنم. شالم و خداوند بر زندگی شما باشد و بماند. آمین. آمین. خدا را برای این فرصتی که داریم و می در حضور او با وجد و شادمانی خدایی را پرستش کنیم. و کلام خدا میگه متبارک باد قومی که یهوه خدای اوست. آمین. واقعا ما چقدر خوشبخت هستیم که مسیح نجات دهنده ماست. پادشاه ماست. واقعا اگر او را نداشتیم شاید به زندگیمون نگاه بکنیم نمیدونیم الان ما کجا بودیم اگر رحمت های او نبود اگر نیکویی های نبود اگر مواظبت های پدرانه او نبود اگر محبت و لطف او نبود معلوم نمی بود که ما الان کجا بودیم خیلی از ما تا الان به خاطر اشتباهات اشتباهات خودم و دیگران در جاهای موقعیت های بد قرار گرفتن زندگی ما از دست رفته بود اما خدا را که چشمان خداوند قلب های مشتاق ما را دید در دنیا تعدد میکرد شما انتخاب کرد تا امروز مال اون باشیم مزمور صد داره میگه که ای تمامی روی زمین خداوند را یهوه را آواز شادمانی دهید یهوه را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید بدانید که یهوه خداست او ما را آفریده ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او به دروازه های او با هم بیایید به دروازه هاش با شکرگزاری بیایید وقتی میخواید به حضور خدا برید و دروازه های او برید با شکرگزاری برید و به صحنهای او با تسبیح با ستایش او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید چرا زیرا که خداوند نیکوست چرا چون که رحمت او ابدی است چرا چون که امانت وی و ابد الاباد است وقتی نگاه میکنیم خداوند نیکو رحمت او ابدی وفاداری او تا ابده زمانی که ما بی وفایی میکنیم او وفاداره زمانی که او رو نمیشناختیم او ما رو میشناخت رحمت های او لطف های او واقعا بی‌نظیره اگر فیض خدا نبود اگر لطف خدا نبود و رحمت های خدا نبود وای بر ما بود نویسنده مزمور میگه که خدا رو شکر میکنم که خداوند با ما مطابق اعمالمون رفتار نکرد بلکه مطابق فیضش با ما رفتار کرد مطابق لطفش با ما رفتار کرد مطابق عشقش با ما رفتار کرد وگرنه هیچ کدوم از ما در داوری خداوند جون در نمی بردیم اما خدا رو شکر که خدای ما خدای لطف و رحمت هاست آمین, آمین. بیایید به دروازه های او با هم بیایید انگار ظاهرا داره یک کلیدی به ما میده هر دروازه یک قلفی داره و هر قلفی در واقع یک کلیدی داره و اینجا چیزی که وجود داره شکرگزاری کلیدیه برای هر در بسته و اگر تو زندگی این من و شما چیزهایی هست که هنوز بسته و باز نشده کلیدش اینه دست شماست کلیدش دست خدا نیست بعضی موقع میگیم خدای بیا این در رو باز کن میگه کلید دست توه خدای بیا این در رو بگو آقا میگه کلیدش دست توه چرا خداوند چه کلیدی میگه شکرگزاری شکرگزاری هر در بسته ای رو باز میکنه شکرگزار حتی قلب های بسته رو باز می‌کنه، شکرگزاری در واقع آسمان بسته رو باز میکنه شکرگزاری حتی رابطه های بسته رو باز میکنه وقتی برای یه نفر میری با شکگذاری به حضورش میری و شکرگزاری برای وجودش ممنون خدا رو شکر برای وجودت که تو هستی در واقع خدا اجازه میده که یه در جدیدی باز بشه یه رابطه جدیدی باز بشه حتی اگر چیزی باز شده بسته شده بود صفاهمی بسته شده بود خطای بسته شده بود وقتی شکرگزاری میکنی برای یک نفر قلبش باز میشه دیوارها باز میشه دروازه ها باز میشه خدا میخواد که در واقع ما با شکرگزاری به درها نزدیک بشیم به دروازه ها نزدیک بشیم نه فقط برای دروازه های آسمان نه فقط برای خودش حتی برای همدیگه آدم شکرگزار آدم قدشناس آدم نمکشناس همه جا در به روش بازه درسته فکر کنم کسی که از شما قدانی شکرگزاری میکنه و نمکشناسی میکنه جبران نها منظورم جبران کردن نیست شکرگزاری فقط نمک شناسی میکنه قدانی میکنه محبت شما رو توجه شما رو وقت شما رو حمایت شما رو دعای شما رو فقط شکرگزاری میکنه مرسی برام دعا کردی مرسی برام وقت گذاشتی مرسی به حرفام گوش کردی ممنونم که منو دیدی ممنونم بهم به تماس گرفتی ممنونم به یادتم اومدی ممنونم یه لیوان حتی آب بمندی تشکر میکنی خدا درهای زیادتری به ما باز میکنه شکرگزاری در واقع یک کلید در واقع یک شاه کلیده که چیزهای بسیاری که تو زندگی ما بسته رو خداوند باز میکنه و چقدر بیشتر در حضور و خداوند وقتی میخوایم بریم با شکرگزاری ها بریم آمین چرا با شکرگزاری کنم من تو شرایط خیلی سخت هستم اول اینکه چون که شکرگزاری نکردی تو این شرایط باقی میمونی اگر میخوای از شرایط سختت بیرون بیای اگر میخوای در واقع فکر کنی توی چارچوب گیر کردی و راه پس و پیش نداری و شرایط خیلی سخته شروع کن برای جایی که هستی و موقعیتی که هستی شکرگزاری کن برادر من در جای خیلی بدی هستم چطوری شکرگزاری کنم آخه مگه میشه تو زندان شکرگزاری کرد مگه میشه توی زندگی که جهنمیه شکرگزاری کرد چون که میتونه از این بدتر باشه میتونه از این شدیدتر باشه میتونه از این سختتر باشه میتونه از این غیر باشه شکرگزاری نمیکنم چون که مریضم شکرگزاری نمیکنم چون که زندانم شکرگزاری میکنم خدایی رو که میتونه مرا برهانه خدایی که مرا شفا میده خدایی که مرا آزاد میکنه خدایی که برای من راهه خدایی که برای من با لطف عمل میکنه شکوزاری می کنم که خدا ورای بندها و اسارتها و دردهای من عمل می کنم ورای مشکلات من میتونه عمل کنه من شکوزاری می کنم برای اینکه اون قدرتش مافوق بزرگتر از مشکلات منه خدایی داریم که قدرتش بزرگتر از مشکلات ماه هیچ چایی تو زندگی ما اینقدر عمیق نیست که دست خدا نرسه و هیچ مشکلاتی اینقدر عظیم نیست که بزرگتر از خدای ما باشه نام و موافق تمامی نام هاست پس شکرگزاری میکنیم چون که اون نیکوس شکرگزاری میکنیم چون که خدای رحمت هاست شکرگزاری میکنیم چون که وفاداره وفادار به کیه به اینکه نسبت به ما مطابق اعمالمون نگاه نمیکنه به خودش نگاه میکنه یه طرفه نگاه میکنه به عشق خودش نگاه میکنه به محبت خودش نگاه میکنه به اعمال ما نگاه نمیکنه وگرنه اگه با ما اعمالمون رفتار میکرد فقط به گذشته یه نگاه بکن مرور فقط چند ثانیه و برگرد بیا اگر لطف خدا نبود خیلی از ما الان اینجا نبودیم خیلی از ما تلف شده بود خیلی از ما به قول معروف هفت کفن پوسونده بودیم اما خدا رو شکر پس با حضور و با ترانم بیاییم با شادی بیاییم آمین, آمین. بدونیم که یهوه خداست یهوه خداست غیر از او خدایی نیست و امروز خدایی رو پرستش میکنیم که واقعا تجربهش کردیم ایمان داریم که اون یهوه شفا دهنده یهوه راهی رو محیا میکنه یهوه عمل میکنه یهوه در روزهای سختی میاد و نجات میده هللویا شکر برای این خدایی که قابل اعتماده امروز میخوام پیغام خدا رو با هم در میون بذاریم و بعد بریم برای پرستش که ببینیم برای چه چیزی ما پرستش کنیم برای چه چیز شکرگزاری کنیم برای چه چیز من باورم اینه من ایمان دارم که اگه وقتی پرستش میکنیم ابتدا خدا زمین رو باز میکنه مهیا میکنه که بذر خدا و کلام خدا بیاد در زمین مرغوب نشسته بشه من اینو باور دارم اما یه طرف اینم باور دارم برای اینکه ما وقتی رشد می‌کنیم در خداوند هر بار که خدا رو بهتر بشناسیم بهتر پرستش می‌کنیم. ما وقتی با پرستش میایم اولین سرودها رو با کلیسا با پرستش میایم که مشکلی نداره میخوام هر دو حالتش رو بگم یه شخصی به من میگو برادر من الان مدتی احساس میکنم در پرستش هم خیلی لذت نمیبرم در رازگاه میگم چرا چکار میکنی؟ میگه صبح که بلند میشم میگم صبح بخیر عیسی مسیح و بعد میشینم یه مقدار کلام میخونم بعد یه مقدار پرستش میکنم بعد شروع میکنم برای بقیه دعا کردن لیست دعامو میارم شفاعت میکنم برای بقیه بعد دوباره شروع میکنم شکر کردن خب بعد یه مقدارم سکوت میکنم تا خدا بیاد صحبت کنه ولی احساس میکنم که الان دیگه اون حضوری که از خدا باید تجربه کنم و تجربه نمیکنم هر هم خودم تفتیش میکنم میگم قلبم اوکی خودم تفتیش میکنم میگم واقعا در راستی و قدوسیت هستم نگاه نمیکنم که روح با من غر باشه اما اون لذتی رو که باید ببرم احساس میکنم نمیبرم نمیدونم چرا بعد میگم خب چند سال ایمان داریم؟ میگم تقریبا 16 17 سال من ایمان دارم لطفا فکر نمیکنیم باید روشمون رو در پرستش عوض کنیم شاید برای یه شخصی که تازه ایمان میاره نمیدونه میاد از شما سوال میکنه بعد از من چطوری دعا کنم خواهر چطوری دعا کنم بهش میگه بیا کلام بخون میگه خب دیگه چه کار کنم میگه بعد پرستش کن میگه چه کار کنم اما فکر کنم بعد از این همه سالهای ایمان خدا میخواد تاریخهای حضور رو عوض کنه چون بعضی مواقع تبدیل به فرمول میشه برای یک شخصی که تازه میخواد شروع کنه این قدم های یک، دو، سه، چهار، پنج کمک میکنه. اما برای شخصی که در واقع سالها در مسیح فکر نکنم دیگه یک و دو سه درست باشه. دیگه خدا از قانون ها و شریعت ها و یک و دو سه عبور میکنه و میخواد در رشد یه طوری دیگه او رو پرستش کنیم. پس به همین دل وقتی کلیسایی میریم نوه شروع میکنیم اول مردم و افکارشون رو میاریم بیرون که در حضور خدا با چهار تا پرستش در حضور خدا و با سرودها آماده بشن که کلام خدا رو بفهمن و بشنون اما برای کلیسایی که در واقعی درک داره برای ایمانداری که درک داره اجازه بده اول کلام خدا رو بخونه خدا بهش مکاشفه بده و بعد دلایل جدیدی برای شکوزاری داره آمین پس متوجه شدی چرا دلیل بیشتری برای شکوزاری داره پس به همین دلیل تو قلبم هست که ابتدا پیغام خود هم در میون بذاریم و برای این روزی که شکرگزاری هست فقط یه توضیح بدم که امسال دکورمون مثل سال قبل متفاوته میوه نخواستیم داشته باشیم چیزی نذاشتیم اینجا دلیلش اینه گفتم تا زمانی که وضعیت سرزمین ما اینطوریه ما اینجا دیگه چیزی برای میوه نخواهیم گذاشت قبلا به یادگاری سمبل شکرگزاری از عزیزانمون موقعیت‌های زندگیمون و دلایل جدیدی یا قدیمی که از شکگذاری داریم یه سبد میوه می آوردیم اما امسال هیچ کاری نکردیم سعی کردیم با فقط دکور و چیزهای تزئینی اینو داشته باشیم و شکوزاری های ما به شکلی دیگه باشه چون نمیخوایم شکوزاری کنیم خدا را شکر که ما این چیزها رو داریم در صورتی سرزمین ما خیلی از اینها رو نداره حسرت مقداری میوه حسرت خوردن یه دونه میوه داره پس ما نمیخوایم اینجا در واقع چیزی رو داشته باشیم وقتی سرزمین ما نداره کلام خدا میگه با ماتمیان ماتم کنید با شادمان شادمان کنید پس فکر کنم زمانش هست که در واقع ایستادیم تا روزی که سرزمین ما رو خدا برکت بده سرزمین ما رو آزاد کنه آمین, آمین که روزی در سرزمین ما در تاریخ سرزمین ما روزی در جشن باشه آمین. و اون جشن شگذاری زمانی خواهد بود که همه چیز عوض بشه سرزمین و اون روز به نام جشن شکرگزاری خواهیم گذاشت آمین. روزی که خداوند ناله های قوم ایران رو میشنوه فارس زبان رو میشنوه و خداوند اونها رو نجات میده اون روز بشه روز شکرگزاری سرزمین ما دیر نخواهد بود تغییر ممکنه بکنه اما پیغام های خدا و نبوت های خدا به انجام خواهد رسید میدونم می زمان به کمال برسه این انجام خواهد شد فقط خدا داره کلیساهاش آماده میکنه خدا داره مردان و زنان آماده میکنه خدا داره میکنه الیشا آشه آماده میکنه خدا داره ایلیا ها چه آماده میکنه در این سرزمین رو برای اینکه روزی که باز شد مردان زنانی باشن که جمع کنن این محصول عظیم آمین و اگر بخوان در باز بشه و محصول عظیم کی میخواد جمعش کنه کی میخواد جمع کنه خدا داره آماده میکنه خدا داره سربازان جد اون آماده میکنه خدا داره تقدیس میکنه خدا داره جمع جور میکنه داره آماده میکنه که در واقع برای اون محصول عظیم 80 میلیونی تازه از اونجا تمام نخواهد شد تازه شروع خواهد شد خداوند خاور میانه را از طریق سرزمین ما برکت خواهد داد این باور ما بود و با همین ایمان داریم میریم جلو خدا را شکر برای اینکه خدا نگاهش به سرزمین ما هست و داره تفقد می‌کنه، داره عمل می‌کنه. در انجیل رو می‌بندند تو ایران خدا داره با آیات و معجزات بر خواب ها و رویاها. انجیل پخش نمیکنن اوکی اما نمی‌تونی خدا را که در خواب ها و میاد که جلوشونو بگیرید هو. انجیلا رو جمع کنید خداوند با فرشتگانش داره کار میکنه روح خدا داره عظیم داره کار میکنه چه کار میخواید جلو روح القدس هم میخواید بگیرید بگیرید نمیتونید بگیرید خب مسیحی که شخص در هنگام عبادتهای مذهبی ملاقاتش میکنه مسیحی که یارو تو مکه ملاقاتش میکنه مسیحی که توی امامزاده‌ها ها افراد ملاقات میکنه اونا چطوری میخواید کنترل کنید خب شهرهای مذهبی رو اگه نگاه کنی جالبه بیشترین آمار نجات یافتگان ما شهرهای مذهبیه و خداوند داره آزاد میکنه آمین هللویا خداوند مرزها نمیشناسه خداوند دیوارهای بسته نمیشناسه خدای ما ورای همه اینا عمل میکنه آمین خدا رو شکر برای این فرصتی که داریم اما مهمتر از همه شکرگزاری میکنیم برای نجاتی که در مسیح عیسی داریم آمین شکرگزاریم که مال اون هستیم قوم اون هستیم میگه ما مرتع او هستیم ما گوسفندان مرتع او هستیم ما متعلق به خداوند هستیم داوود بیسنده داوود مزمور 23 میگه که وقتی خداوند من من محتاج به هیچ چیز نخواهم بود راجع به تعلقش داره صحبت میکنه برای همه نیازهای من فکر داره میکنه آمین وقتی نگاه می‌کنیم، در واقع خداوند اول ما رو پیدا میکنه وقتی ما رو پیدا میکنه شروع میکنه ما رو تقدیس میکنه وقتی ما رو تقدیس که شروع میکنه ما رو تبدیل میکنه. وقتی تبدیل کرد شروع میکنه ما رو مس میکنه و بعد به کار میبره آمین, آمین. وقتی هزقیال باب 16 رو دوست دارم باز کنیم از اینجا بریم به ادامه معزه داستان عاشقانه خداست به قوم اسرائیل که قوم اسرائیل سمبل کلیسا سمبل ایمانداران سمبل من و شماست در مسیح عیسی آمین چند تا آیه رو برای شما میخونم از آیه شش به بعد میخونم میگه من از نزد تو گذر نمودم زمانی که در خون قلپیده بودی زمانی که به خود داشتی میپیلکیدی به قول معروف داشتی در واقع تو خود تاب میخوردی تو بدبختی تو گریه تو خاک و خون خود داشتی در واقع دست پا میزدی تو بستر بیماری دست پا میزدی تو اتاق خلوت خود داشتی دست پا میزدی ناله میکردی آرزوی مرگ میکردی خدای بسته دیگه بریدم دیگه خلاص شدم خون گریه میکردی دلت از خون پر بود ناله میکردی تو تنهایی خودت در واقع داشتی دست پا می زدی من از دستت تو گذر نمودم هنگامی که در خونت قلطان بودی در گریهات هات بودی تو دردت قلطان بودی تو بدبختی و مصیبتات قلطان بودی پس تو را گفتم ای که به خونت آلوده هستی ای که به اشکت آلوده هستی ای که به دردهات آلوده هستی ای که در مصیبت و بدبختیات آلوده هستی زنده شو هللویا زمانی که فکر نمی کردیم مسیح ما رو ملاقات کرد یادت بیا روزی که تو رو ملاقات کرد تو چه وضعی بودی فکر نمی کردی فکر که آخر خطه آخر همه چیه مسیح تو رو ملاقات کرد زنده بشو بلی گفتم ای که بخوند آلوده دستی زنده شو هللویا و چون از آیه 8 و چون از نزد تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان تو زمان محبت بود زمان که تو رو محبت کنم زمان شسید که تو رو با لطف نگاه کنم زمان شسید که در واقع بگم من تو رو دوست دارم زمان شسید که در واقع بگم تو تنها نیستی زمان شسید که بگم اومدم نجاتت بدم زمان شسید که بگم چیزهای کهنه در گذشت همه چیز نو شد زمان شسید که بگم همه چیز عوض داره میشه زمان شسید که بگم که من برای تو همه کس هستم من برای دردهای تو شفا هستم برای غم های تو تسلی هستم برای بندهای تو آزادی هستم زمان محبت کردن تو فرا رسید پس دامن خود را برای تو پهن کردم ردا مو برای تو پهن کردم چادر رو برای تو پهن کردم آنچه که داشتم برای تو پهن کردم رو زمین سرد نشسته بودی یا به زمین گرم نشسته بودی یا در واقع در اونجا به خودت میپیچیدی میگه دامن خود را ردای خودم بر تو پهن کردم اوریانی تو را پوشانیدم اون چیزی که دنیا مسخره چی که شیطان مسخره میگه اون توی که خود دلیل در واقع عذاب وجدانت بود میگه مستور کردم پوشوندمت نذاشتم که در واقع کسی بیاد اوریانی تو رو مسخره کنه نذاشتم کسی بیاد بگه نگاه کن این زندگیشو نگاه کن پر از بدبختی و مصیبته نذاشتم که بگه آره این همه بدبختی به خاطر گناهانش حقشه دیگه خودش کرده داره اینطوری میکشه نذاشتم کسی تو رو مسخره کنه تو رو پوشاندم هاللویا خدای ما خدایی که میاد میپوشونه خدای رسوایی نیست خدایی میاد که میپوشانه میاد بلند میکنه میاد زخم ها رو پانسمان میکنه میاد میبنده میاد میشوره و خداوند یهوه میگوید که با تو عهد بستم و با تو عهد بستم که از آن من باشی هللویا چقدر قشنگ ما رو پیدا میکنه ما رو نجات میده تقدیس بعد اینجا آیه نو میگه و تو را به آب شستم تو را از خون تاهر کردم و بعد میگه تو را به روغن تطهین کردم خدا را شو که خون مسیح اومد گناه های ما رو نه فقط پاک کرد بلکه روغن روح خدا اومد ما رو تطهین کرد ما رو محس کرد زخم های ما رو التیام داد غم های ما رو التیام داد خشم های ما رو برداشت کینه ها از خودمون بده می اومد. از دنیا بده میومد از خدا بدمون می, از, خدا بده می از همه کس بدمون می اومد. به زمین و زمان ناسزا می گفتیم میگه خداوند اومد ما رو طاهر کرد ما رو تقدیس کرد و به روغنش ما رو تعطین کرد و تو را به لباس قلاب دوزی ملبس ساختم نعلین پوستین خز به پایت کردم و تو را به کتان نازک آراسته وقتی اینه نگاه میکنیم یاد پسر گمشده شده نه دقیقا داستان پسر گمشده از اینجا آمده وقتی عیسی داره صحبت میکنه پدری بود که دو پسر داشت شرحال اینه داره به ها 16 داره اشاره میکنه تو را به زیورها زینت دادم دست بر دستت گردن بندی به گردنت نهادم حلقه در بینی و گوشوارها در گوشهایت و تاج جمالی بر نهادم تاجی به عوض خاکستر و ردای تسبیح به جای نوهگری چیزی که اشیا مز... شست یک میگه از سال پسندیده خدا اما پس با طلا و نقره آرایشی بافته و لباسی از کتان نازک بر و ابریشم قلاب دوزی بوده و به آرد مرغوب و اصل و روغن خوردی و بی نهایت زیبا شدی و به درجه پادشاهی ممتاز گشته بقال نمیدونم چند بار این آیه رو من میخونم چند, چند بار و چند بار و چند بار و چند بار هر بار خداوند یه بود زیبایی نشون میده این شهر حال ماست و دلیل نداره که شکر گذاری کنیم دلیل نداره ما در خداوند چون جز پادشاهان هستیم این پادشاه کیه همونی که داشت به خونش میقلتید و به گریه هاش این همونه راجب همون شخص میگه کسی که تو بدبختیاش ناله میکرد به دردهاش میپیچید تو تنهاییاش آرزوی مرگ میکرد این همونه الان پادشاه شد ولی اون چیزی که خداوند میخواد چشمای ما رو باز کنه بدونیم برای چی دارم شو گذاریم. میکنم بعضی موقع ما فراموش میکنیم فکر میکنیم همینطوری از شکر مادر ایماندار بودیم خداوند کارهای زیادی تو زندگی ما کرده فراموش نکنیم که با ما چیکار اگه ما بیوفایی کنیم و داره و آواز تو به سبب زیبایی در میان امتها شایع شد تو خانواده همه گفتن چی شد شما تصور کن هایی که ایماندار نیستن سالها بیرونن یا یعنی اطراف چهرهاش رو نگاه کن تو خیابون همین اروپا نگاه بکن کسی که مسیر رو ندارن ناامیدی تمام وجودشون فرا گرفته ناله و غم تمام فوجشون فرا گرفته زیبایی تو زبان زده همه خواهد شد زیرا خداوند میگوید که آن زیبایی از جمال من که بر تو نهادم کامل شد خدا زیبایی خودش به من میده خدا جمال خودشو داره به میده قرار تصویری از خدا باشیم وقتی مردم دلیل زندگی تو رو میپرسن دلیلش اینه عیسی زندگی من عوض آمین. آمین پس دلیل برای شکرگزاری خیلی زیاده میگه ما رو پیدا کرد ما رو تقدیس کرد ما رو تبدیل کرد از یعقوب اسرائیل تبدیل کرد از گذشتمون آزاد کرد و شدیم شاهزاده خداوند آمین و الان مرد میکنه که به کار داره. پس بیایم سراغ پیغامی که تو این ایام گذشته تو امسال داشتیم درباره شنیدیم درباره زمانهای خدا شنیدیم درباره ردای ایلیا و الیشا شنیدیم راجع به سوم شنیدیم راجع به این شنیدیم که در واقع به چه چیزهایی در واقع مس جاری میشه نهرهای آب حیات رو در واقع شنیدیم که چگونه نهرهای روغن جاری میشه و به چه چیزی مس خوش میشه صحبت کردیم و رسیدیم و چه کارهایی مس ما رو خشک میکنه و قوت ما رو در واقع زایل میکنه و راجع به این صحبت کردیم که بدون مس ما هیچ چیزیم بدون مس نمیتونیم حتی زندگی طبیعی مسیحی داشته باشیم بدون مس روابط خشکه بدون مس هر کاری میکنی میوه نمیاره بدون مس هر کاری بکنی در واقع محصول نمیاره بعد به اینجا رسیدیم که چه کارهایی انجام ندیم که مس ما رو خوش میکنه اولین چیزی که صحبت کردیم انجام کاری که خدا از تو نمیخواد و از روی ترس و فشار دیگران انجام میدی و شرایط تو رو مجبور میکنه انجام بدیم برای راجع این صحبت کردیم حواسمون باشه اون چیزی که ما رو فشار میده برای انجام کاری که خدا خدای عجله نیست داره فشار میده به جهت اینکه مس ما رو بدزده به جهت هلاکت ماست به جهت در واقع بیرون روندن ما از جایگاه هستیم خیلی ما کاری که از روی عجله انجام از روی فشار انجام از روی ترس انجام دادیم نتیجه مطلوبی به بار نمیاره درباره صحبت کردیم که در اول سموئیل باب 13 آیه 12 سموئیل به شاول میگه که سب کن تا من برم و برگردم و وقتی برمیگرده میبینه که داره قربانی میکنه میگه چرا این کار رو انجام دادی میگه چون که مجبور شدم مردم میخواستم برن میخواستم رو ول کنن ترسیدم اگه برم تنها بمونم ترسیدم به خاطر ترسم بود که من تنها بمونم با این لشکر و این جنگ چه کار بکنم در یادش یادش عبدالگیر تمام جنگ ها خدا برای داره خدا برای اسرائیل داره می جنگه. خدا برای تو می جنگه. خیلی مواقع فشارهای زندگی ما ما رو مجبور میکنه به کاری که نباید بکنیم پتروس رو مجبور کرد به کاری که نباید انکار می‌کرد. کار شیطان کلا همینه که ما رو یه جای گیر میاره به ما فشار میاره که کاری رو انجام بدیم چیزی رو بکنیم تصمیم رو بگیریم که نباید بگیریم تو روزهایی وقتی یک نفر میاد تو رو زیر فشار میذاره که باید همین الان بعد یه کاری انجام بدی اینا یه چی به شما بگم تو مثلا کسایی که خدمت خدا رو میکنید خیلی حواستون باشه بارها افراد میان دارن دست پا میزنن مثل این فداره غرق شه یا همین الان برای کار انجام بدید همین الان باید این کار کنید همین الان باید این کار کنید خدا را شاید میتونی اما مجبور نیستی چون خدا خدایی نیست که تو بخواد تو آخر کاری انجام بده خدا همه چیز رو میدونه خدا همه تاریخ‌ها رو میدونه برای آنانی که در مسیر اراده خدا هستن همه چی با هم تو خیریت آمین پس حواسمون باشه تحت تاثیر فشارهای آنی و لحظه‌ای که باید تصمیم‌های مهم بگیری نگیرید سعی کنید به تعویق بندازید سعی کنید به زمان بخرید اجازه بدید دعا کنم خیلی از افراد میان از شما یه چیزی میخوان همین الان باید به من بدی اجازه بده به من من که تو زندگی تو مجبور نیستم همین الان کاری انجام بدم اومدی از من کمک میخوای اجازه بده من از خدا بپرسم خیلی مواقع ما در واقع سوال نمی از خداوند و این فشارها باعث میشه قدرت تصمیم گیری از تو زائل بشه قدرت دعا کردن از تو گرفته بشه فرصت هدایت روح از تو گرفته بشه فرصت مشورت کردن از تو گرفته بشه فرصت اینکه کلام خدا رو بیاد به کمک تو و چک بکنه که کار درست یا غلطه از تو گرفته بشه و توی زمان کوتاه اون کاری که بعد انجام بشه انجام میشه پس به همین دلیل برای آنچه که تو زندگیت هست وقت بذار خدای ما خدایی که تو زمانها کار میکنه آمین خدای ما آرام خدایی نیست که زود باشه و از آدمهایی که خیلی عجول هستن و شما رو تحت شرایط قرار میدن میخواد همسرت باشه شوهرت باشه بچت باشه خواهرت باشه مادرت باشه دوستت باشه کلیسا باشه هر کسی که باشه مجبور نیستی اون چیزی رو که هنوز خدا به تو اوکی نداده رو انجام بدی مجبور نیستی آدما ناراحت میشن آره زنگ زدم فلان همون موقع من میخواستم الان نمیخوام ببخشید معذرت میخوام من خادم خودم نوکر تو نیستم بعضی ما اوقع افراد نمی کنم ما نوکر اونها هستیم ما اگر چیزی هم داریم از خدا داریم قرار نیست که در واقع هر چی که مردم میگن ما انجام بدیم اون چیزی که خدا از ما میخواد چی فردا یارو طرف کارش میاد و انجام میشه و میره یا نمیره فردا خدا یقه تو میگیره و اونا هم دنبال عشق خودشون هستن دنبال کیف خودشون هستن و اصلا یادشون هم نمیاد چه روزی که تو رو تو فشارهای قرار دادن که تو مجبور بشی تصمیم بگیری کاری رو انجام بدی مجبور نباش کاری رو که عجله انجام بده واقعا عجله از خدا نیست خدا اجازه میده با حکمت خدا اجازه میده ما تصمیم گیری خدا اجازه میده با حق انتخاب و آزاد چی رو انجام بدیم حواستون باشه تو اطرافیان معمولا آدمایی هستیم که تو رو درواسی گیر میکنیم یا روی ترس یا تو رو, رو درواسی گیر میکنیم و مجبور میشیم همیشه زمان بخرید همیشه زمان بخرید همیشه به خودتون وقت بدید اجازه بدید نهایتش از شخص بپرسید من چقدر وقت دارم بهت پاسخ بدم خیلی مواقع افراد احتیاج دارن که فقط یه گوشی شنوا باشه دردشون رو مجبور نیستی اگر از خدا چیزی نمیگیری بهشون نده من یادم با یه شخصی مشاوره میکردم خب عجیب خدا حکمت میداد بهش کمک کردم رفت نفر بعدی اومد اومد شروع که دادن، هرچی دعا کم هیچی از خدا نگرفتم اومدم خب اوکی یه تسلی بدم یه خب یه کلام حدقه یه تشویقی بگم چیزی از خدا نگرفتم که بگم خب خدا گفت ساکت باش و فقط بهش گفتم اوکی برای موضوع دعا میکنم رفت نفر بعدی هم دوباره حکمت داد گفتم خودش چرا اولی دادی دومی ندادی سومی رو دادی گفت دومی اصلا نمیخواد گوش کنه من حکمت به تو میدم برای کسی که میخواد گوش کنه کسی که اومده فقط خودش تایید بگیره فقط اومده یه تایید بگیره و اومده تاریخ های خودش انجام بده من به تو حکمت نمیدم که بهش بدی من حکمت به کسی میدم که طالب حکمت باشه گفتم واو خدا من مرسی آنچه که خدا لازمه برای دیگران دادن رو به تو میده اگه به تو چیزی نمیده عجیب در نیار اخ خودت هم چیزی در نیار به کسی بده خدا چیزی به من نداده اما میتونم مرد دعا کنم خداونده که بر شرایط ما حاکم هستی بر شرایط فرزندت حاکم هستی خداوند بیا عمل کن مجبور نیستی تو کاری انجام بدی مجبور نیستی واردش بشی مجبور نیستی تصمیم بگیری مجبور نیستی تو فشارش قرار بگیری حتما باید بیای خیلی از افراد بلنشو وردار بیا همیا رو بیا نگام کنی زندگی داری خانواده داری کجا وردارم برم همیالو وردار بیا اگه بخوای ورداری بری بدون مشورت از خداوند میوه نخواهد افتاد تو تله میندازتت شیطان اولین کاری که میکنه قدرت فکر تو از تو میگیره و بعدا تو رو با فشار و عجله به کاری با می داره که اصلا نفهمیدی از کجا خوردی و بعد بعد توبه کنی پس این اولین چیزی که هست کلام خدا میگه کاری که براش خوانده نشدید و خدا از شما نمیخواد و انجام ندید حتی اگر مردم شما رو مجبور میکنن سعی نکنید تا تاثیر چنین شرایطی بخواد قرار بگیرید دومی چیزی که راجع به صحبت کردیم این بود که انجام اون کاری که با اصرار و دعا میخوایم انجام بدیم اما خدا اراده خدا این نیست درباره بلعام صحبت کردیم درباره بالاخ صحبت کردیم راجع به خر بلعام صحبت کردیم به این صحبت کردیم که چه در واقع این مرد که میدونست اراده خدا چیه باز رفت دوباره دعا کرد یک چی به شما بگم وقتی خدا سکوت داره میکنه یا جواب قبلی همچنان سر جاشه یا سوالت کلا غلطه معمولا خدا جواب میده معمولا خدا پاسخ میده خدایی نیست که سکوت کنه مگه که ما یه مانعی داشته باشیم مگه که روح گوش دادن روحیه گوش دادن نداشته باشیم یا طریق خودمون رو در واقع داریم انجام بدیم خدا حرف میزنه خدایی که زبان داده حرف میزنه خدایی که گوش رو خلق کرده هم میشنم و هم جواب میده آمین. آمین و میبینیم که در واقع پاسخ خدا یکیش که نه نکن دوباره بیاد تو وسوسه قرار میگیره خیلی ازدواجار رو خدا میگه نکن شخص خدای حالا خب من چه کار کنم تنهایی خسته شدم این رابطه درست نیست خدا تنها شدم حالا یکی کیرم پیدا کردیم باش رابطه برقرار کنیم اینم میگی درست نیست این کار از من نیست. خدا یه همه گشتیم کار گیرم یه کارم گیرم اومده همینم هم میگی از من نیست. خیلی مواقع اصرار کنیم چیزی رو که خدا داره میگه نه پاسخ خدا نه اصرار که خداوند اجازه بده بکنم چه کار کنم نیست این همه تقاضای کار کردم ولی این این به شعرتو نمیخوره این جا جایگاه درستی نیست خدا مشکلی با نوع کار نداره که در واقع کار پس باشه حتی بردگی و بقول ما چی فلهی باشه اما بعضی جاها جایهای ما نیست شخص میگه آکه من میخوام برم توی باری در واقع شروع کنم کار کردن شب تا صبح آکه چی داری دست مردم میدی؟ میگه وای به حال آنانی که شب را به صبح در اشیا بخونیم میگه وای باحالش حال آنانی که شب را به صبح پیمانه به پیمانه به دیگران داده و ایشان را مست میکنن وای برای ایشان خب شاید بگی اونا عشق میکنن دارن اینو میدن ما شغلمونه بله مواد فروشی هم شغله خیلی چیزا شغله هرزگی هم تو ایران ممکنه برای عده شغل باشه دلیل نمیشه چون که شغل و منبع درآمده ما مجبوریم انجام بدیم باید این شغل مطابق ایمان ما باشه در چارچوب ایمان من و شما باشه پس اینطور نیست در من مجبور بشم تن به کاری بدم که از خدا دواب خدا نه اگه جواب روح القدس نه اگه با چارچوبای عیسی نمیخونه اگه کلام خدا به من نمیگه اصرار نکنم روش رو ازدواجی که از خدا تایید نگرفتی کار نکن آخه به شخص قول دادم بی خود قول دادی تو از خدا تایید نگرفتید به هیچ کس برای ازدواج قول ندید ما میریم قول میدیم آره من بهش گفتم تا آخر اون با تو میمونم گفتم بیخود کردی گفتی کی گفته که در واقع تو هنوز مطمئن نیستی که از خداست داری چیکار میکنی بعد شخص میگه آره من رفتم رو هم خوندم میگه قوم تو قوم من خدای تو خدای من فلان فلان من بعد میگم ایمان داره میگه نه میگم تو داری میگه خدای تو خدای من بعد اون خدای اون اصلا ایمان نداره بعد تو چطوری میگی خدای تو خدای من قوم تو قوم من تو چی باید گرفتی؟ آنچه که خارج از ایمانه باطله هر عهدی خارج از ایمانه باطله هر عهدی غلط انجام میشه باطله هر چیزی که چارچوب کتاب مقدسی نشده باطله اصلا نمیخواد نگران ما باش. که نگران باشی من چیکار کنم چون که عهد اتومات باطله چیزی به نام عهد وجود نداره که تو بخوای نگرش داری آنچه که خارج از ایمانه باطله و ما مجبور نیستیم روی عهدی بمونیم که از خدا نبوده و تاییدش هنو از خدا نگرفته بودیم اما سومی چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم که مس ما رو خشک میکنه کاریه که ما برای اون خوانده نشده بودیم خدا هر کدوم از ما رو عطایایی داده ما رو برای چیزهای مختلف خوانده و بعضا دیده میشه ما دست به کاری میزنیم که خدا برای اون ما رو نخوانده و کاری رو میخوایم شروع کنیم که برای ما نخوانده یا رو چشم هم چشی داریم انجام بدیم یا میبینی بورس روزه یا فکر میکنه الان نون تو اینه و میخوایم بریم الان این بازار جدیده نون جدیده شرایط جدیده یا امروز در واقع راجب خدمت خیلی از افراد خب اوکی ما یه خدمت جدیدی بکنیم کاری که نداره حرف زدن ما هم که چیزی که بلدیم زیاد حرف زدنه خب بریم حرف میزنیم دیگه کاری که نداره اگر خواندگی نداریم اگر دعوت نداریم اگر برای چیزی که خدا به ما اوکی نداده صرف این که در واقع یک نیازی هست یا صرف این که در واقع من دوست دارم بخوام کاری انجام بدم و خاندگی و دعوت ندارم چون خاندگی ها زیاده بعضی موقع مردم ما رو می‌خونند بعضی ما آشپزی میکنیم میگن وا بابا چرا رستوران نمیزنی دیدی ایرانی ها تا یک نفر میاد یه تا آشپزیش کوم همه بهش میگن چرا رستوران نمیزنی به خاطر همین این رستوران میزنن میبندن چون چه چهار نفر تعوید 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 تشویقش میکنن وای چقدر عالی وای این فون رفتم آقا یه کبابی بخوردیم اصلا چی بود اصلا این قبل مال کباب تو ای بزن اوه شا میشه شا کباب تو در مقابل اونه بیچاره میره قرض میکنه میاد اونجا کبابی میذنیش کس نمیره توش فقط اون شخص میره اونجا میخوره ما جایی میگه بچه‌ها خوبه بعض مواقع کلیسا زدن برای یه عده اینه یه عده میگه واو چرا کلیسا نمیزنی خیلی خوبه یا این خدمت انجام بده بیا باید. این خدمت انجام بده خیلی خوبه اگه دعوت نداشته باشی خدمت خدا جنگ های زیادی داره من آدم‌هایی می‌شناسم میشناسم که کلیساشون رو تحتیر کردن و رفتن در خود اروپا در خود ایران در خود ترکیه آخرگاه گفته با من دستم بالا من نمیتونم من نمیکشم باز خوب به اینجا رسیده گفته من نمیکشم اما هم خودش هم دیگران رو آسیب میزنه تا بخواد به ایجی برسه بعضی هم هستن که اصلا نمیخوان کم بیارن ا ادامه میدن یا خودشون یا دیگران رو متلاشی میکنن این همه متلاشی شدن، این همه آسیب‌ها، این همه ایمان رنجو برای چیه؟ شخص نمیخواد قبول کنه. بابا خاندگی من این نیست. خاندگی من شبانی نیست، خاندگی من ورد نیست، من این نیست. خاندگی من یه چیز دیگه است. و اگر بخوام کاری انجام بدم که دعوت خاندگیشو نداشته باشم، خیلی خطرناک خواهد بود. چون روی اون مس نخواهد بود. شاول خوانده نشده بود. شاول پادشاه خوبی میتونست باشه. اگر واقعا در جایگاه پادشاهیش می خیلی خوب بود. عزیای پادشاه اگر در جایگاه پادشاهیش می خیلی خوب بود. اما رفت توی اموری رفت یه دفعه در واقع وارد کار معبد بشه. وارد کار روحانی بشه که از خدا نبود. همین عزیا باعث شد میگه در زمانی که تصمیم گرفت در واقع ظرف بخور و ظرف در واقع اطریات برداشت که بره به حضور خدا میگه کاهنین بهش گفتن پادشاه به سلامت باد اما تو اجازه نداری این کار کاهنینه شما کیستی که به من بخوای جلوی منو بگیری دلم هر کار دلم میخواد میکنم میگه رفت داخل جزام گرفت و مجبور نه سری بیارنش بیرون و آخرش هم با جزام مرد یعنی به خاطر این اشتباه پادشاهیش هم که پادشاهی خوبی بود از دست داد یعنی فکر نکنید فقط یه قسمت ها از دست میدی قسمت های دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیره من دیدم کسایی که در جایگاه درست خدمتش نایستاده زندگی زناشوییش پاشیده شده میگه چه ربطی داره خدمت بزنم اتفاقا خراب داره چه ربطی داره خدمتم به شوهرم اتفاقا ربط داره چه ربطی داره خدمت روحانی به بچم اتفاقا خط داره چون در جایگاهی که میرسی زندگی تو تحت حملات قرار میگه که تو هیچ شوتسی نداری هیچ امنیتی نداری هیچ سیکیوریتی نداری هیچ مسی روش نداری و شیطان ما بقیه زندگی هم میزنه فقط این نیست که در واقع بگی خدمتم از دست میدم خب فقط مغازه ما از دست دادم فقط کلیسا ما از دست دادم فقط خدمت از دست دادم خیلی چیا رو ما از دست میدیم پس خیلی باید مواظب باشیم کاری را که در واقع براش فراخوانده نشدیم و انجام ندیم تو اول سموئیل باب 13 13 14 میگه کاری را که خدا از تو خواست رو انجام ندادی سمایل داره میاد به شاول میگه آنچه که خدا از تو خواست و انجام ندادی بلکه آنچه که نخواست انجام دادی کاری که خواست چی بود؟ پادشاهی بود آنچه که نخواست چی بود؟ کهانت بود پس میخوام واقعا کمک کنم بتون که اگر از خدا بپرسید آیا جایگاهی که من ایستادم کاری که من دارم در انجام میدم آیا واقعا در اراده تو هست؟ اگر از توست خداوند آمین انجام میدم با تمام تختیاش اما اگر تو جایگاه ما به من نشون بده در جایگاه درستم بیستم نمیخوام صرف در واقع یه کلامی یه تشویق یا یه صحبتی کاری رو انجام بدم که مطمئن نیستم که تو پشت من میستی موسا داره به خدا میگه خداوند اگر تو نیای من نمیرم مطمئن نیستم که این راهی که من میخوام برم از توه مگه با هم بیایی کسی که از خدا دعوت داره در تمام طول مسیر خدمتش در تمام مسیر زندگیش اگر ازدواج از خدا گرفتی در تمام طول مسیر ازدواجت خدا بات خواهد بیاد اگر بیزنس از خدا گرفتی تمام طول بیزنست خدا همراه تو خواهد بود اگر خدمت از خدا گرفتی تمام طول در واقع خدمتت خدا تو خواهد بود اگر دوستی از خدا گرفتی تمام طول دوستی خدا با تو خواهد بود اگر پیغام از خدا گرفتی برای مهاجرت در تمام مسیر مهاجرت خدا با تو خواهد بود چون خدا آنچه رو که تایید میکنه حمایت میکنه و همراهی میکنه اما مجبور نیست چیزی رو که تایید نکرده همراهی کنه خیلی جنگ هایی که روی زندگی ما میاد به خاطر قرار گرفتن در جایگاهی که از خدا دعوت نگرفتیم. توی رابطه هایی که از خدا نگرفتیم. تو اول پادشاهان باب 22 خدا داره آخاب را داوری میکنه و توی این داوری میره پیش یهوشافات میگه عدوم میخواد به من حمله بکنه یهوشافات میای به کمک من یهوشافات هم میگه باشه یهوشافات پادشاه یهودا بود دو تا از قبیله اسرائیل آخاب از ده تا قبیله دیگه از قبیله اسرائیل در واقع این شده بود یهودا شده بود اسرائیل یکیشون شمالی بودن یکیشون جنوبی بودن آخاب مال شمال بود که بهش میگفتن اسرائیل یهوش مال جنوب بود که بهش میگفتن یهودا یهوش آفاد پادشای خوبی بود نسبت به زندگی روحانیش پادشای خوبی بود در حضور خدا یه جنگ که به وجود میاد در حضور خدا میره خداوند نه حکمت نه قدرت داریم بلکه چشمان ما به سوی توست و خدا میاد واقعا بارها میرهانه اما این بار آخاب میاد و او رو به جنگ دعوت میکنه که بدون اینکه مشورت بگیره یهوشافات از خدا که آیا من به جنگ این برادرم که تیکی از بدن من از اسرائیل آیا همراه او باشم او را حمایت کنم او را پوشش بدم تو جنگهاش باشم برایش بیستم بدون مشورت با خداوند وارد جنگ میشه خیلی مواقع در واقع افراد میان و به خاطر اشتباه ها و خطاهای اشتباهی که کردن دارن چیزهایی رو پس میدن که شما رو میکشن با خودشون داخل و خیلی بعد حواست باشه که دوم تله ندی از خدا نگرفتی نباید وارد جنگ کسی بشی که خدا تو رو بر اون جنگ نخوانده میری پشتیبانی کسی میخوای بکنی که خدا به تو تایید نداده کسی رو میخوای حمایت کنی که خدا به تو نگفته برو پشتش بیست خیلی مواقع میگیم خب محبت بعد محبت یعنی چی محبت یعنی رو به سوی دیگری داشتن خب بیچاره توی آخاب دیگه تو جنگ افتاده اما آخاب به خاطر ازدواج ایزابلش و تمام اسرائیل به گناه کشیده تو داوری خداست و تو اجازه نداری بگی آخه برم کمک یهودا بکنم از تناب دار بیارمش پایین خفه نشه ما باید حواسمون باشه که یه سری افراد در واقع دارن جریمه اشتباهاشون رو میدن و نمیخوانم توبه کنن و نمیخوان عوض بشن یه شخصی که داره تو گناه زندگی میکنه و بعد تا اینجا میره زیر قرض و دولت میخواد بیا یه چیزایی ازش بگیره یا میخوان در واقع همه چیشو بگیرن و بعد داره بهش میگه چرا بیا کمکم بکن میگه چرا زندگی و تو میدونی زندگی خاطر تو لعنت هم دست به چی کمک کنم کیه بخوام بیان زمانت بانکش بکنم و برم دوباره یه قسط دیگه بخواد بگیره اشتباه نکنید متوجه میشید چی دارم میگم به شما شما که راه دور هستید تجربیاتی با مردم دارم که اگه بخوام همه رو بگم درست نیست چون ممکنه شنونده هم باشن که همونایی هستن که در واقع تو اون دردها بودن. ولی بارها به خاطر امضا و چکای پشتیبانی کردن که نباید میکردن و تو دردسرای افتادن به زندان افتادن تو ایران که وقتی بهش میگه چرا کردی از خدا گرفتی گفت خب گفتم برادر ما محبت داریم اومدم بهش بشارت انجیل دادم اونم بهم گفته اوکی اگه مسیح محبته بیا چکای منو امضا کن منم به خاطر اینکه بدون محبت مسیح محبته امضا کردم گفتم چه کار کردی شیطان داره یه نفر به قهر دریا میکشه به قهر لجن میکشه تو هم با خودش داره میبره پایین چه حکمتیه ما همیشه ترس از این که مردم به ما نگن بی محبتی خطاهایی میکنیم فقط به خاطر اینکه مردم به ما نگن بی محبتی بذار بگن محبتی که از خداست میوه میاره محبتی که از خداوند نیست میوه نمیاره محبت انسانی انجام میدیم و فکر میکنیم از خداست اگر چیزی از خدا نیست بهش بله نگو و ردش کن حواسمون باشه که وارد جنگ هایی نشیم که خدا ما رو برای اون جنگ نخوانده بارها داریم میبینیم که یه جنگی از خداوند از اون شخص میخواد میگه برید متحد بشید حمایت کنید بیسید دفاع بکنید بعضی موقع ما, ما فکر میکنیم خب ما خداییم نه 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 ما خدا نیستیم اون چیزی که خدا از ما میخواد فرق میکنه با اون چیزی که خودش از خودش میخواد چون اون خداست قدوسه عادل پرفکت بی‌نظیر همه چی رو میدونه ما همه چی رو نمیدونیم اون قادر مطلق ما قادر و مطلق نیستیم و خیلی مواقع خدا داره به تو میگه تو خدا نیستی و میخوام با هم به خودمون بگیم ما خدا نیستیم من خدا نیستم, من خدا نیستم. من خدا نیستم. همه چیزی کنترل من نیست همه چی رو قرار نیست من عوض کنم و نمیتونم عوض کنم اگر خدا دخالت نمیکنه من دخالت نمیکنم اگر خدا حرکت نمی‌کنه، من حرکت نمی‌کنم. آمین؟ آمین. و خیلی مواقع ما تو این ها میفتیم. تو جنگ‌هایی که مال ما نیست. و خدا نگرفتیم. هایی که از خدا نگرفتیم. چهارمین دلیلی که در واقع ممکنه مغز ما خشک بشه انجام کاری که شاید براش فرا خوانده شدی دعوتشو داری خاندگیشو داری مطمئنی که از خداست اما در زمانهای خدا و فصلهای خدا قدم نمیزنیم و در تاریخهای خدا قدم نمیزنیم راجع به زمانها و مکانهای خدا قبلا صحبت کردم که خیلی در زمان خدا هستیم اما در مکان خدا نیستیم یا خیلی مواقع در مکانهای خدا هستیم اما در زمانهای خدا نیستیم یا عقبیم یا خیلی جلوییم در لابیان باب ده نگاه میکنیم خدا هارون و پسرانش رو به جهت کهانت خوانده بود خیلی واضح بود که اینا باید کهانت میکردند قربانی انجام میدادن بخور به حضور خدا می بردن. خیلی دعوت بسیار واضحیه در تمام سالهای خدمت دارن انجام میدن اما وقتی نگاه میکنیم لابیان باب ده نگاه میکنیم که میگه که ما اصطلاحی روبرو میشه تحت عنوان آتش قریب که میگه آتش قریب ایشان را آمده و سوزانید اینا همیشه این کار انجام میدادن آتش درست میکردن؟ روش اطریات میریختن در حضور خدا به عنوان دعای مقدسین دعای قوم اسرائیل و پرستش قوم اسرائیل به حضور خداوند بخور میکردن اما یک روز خارج از زمان خدا میرن کاری رو انجام بدن که همیشه انجام میدن اما تو زمان خدا نیست خیلی مواقع ما خدمتی که انجام بدیم، کاری که انجام بدیم، چون که همیشه داریم انجام بدیم، فکر میکنیم که خب روتینه دیگه پس و همیشه بعد انجامش بدیم یه وظیفه است ما همیشه داریم مشاوره شاوره میدیم ما همیشه میریم به ملاقات دیگران ما همیشه با دیگران وقت میذاریم ما همیشه برای دیگران دعا میکنیم ما همیشه برای جنگ های دیگران میستیم ما همیشه برای خیلی کار انجام میدیم ما همیشه اگه بتونیم به دیگران کمک می میکنیم قرضی باشه قرضی میخوای بدی همیشه این کار انجام میدیم و فکر میکنیم چون که همیشه دارم انجام میدم پس هر زمان باید را انجام بدم مس زمانی میاد که قرار تو خدمتی انجام بدی آمین وقتی تو خدمتت اینجا تمام بشه بری بشینی قرار نیست اون تو باشه چون مس برای ساعت خدمتیه نه وقتی رفتی نشستی داری یه چیزی می‌خوری یه نیست من میدونم وقتی میستم تو این جایگاه هم میاد خیلی واضح برای من وقتی کنار شما هستم کاملا متفاوتم افراد میگن میگن وقتی نشستی خیلی متفاوتی با زمانی که اونجا میستی بعضی از دور میگن وقتی نگاه خیلی جدی هستی وقتی کنارت میستین می خیلی آروم هستی و متفاوتی کاملا درسته ایلیا رو نگاه میکنی مردیه که در واقع در جایگاهش وقتی میایسته کسی جرأت جلوی ایستادنش نداره اما وقتی کنار خودش میشه ممکنه یه آدم معمولی باشه حتی بترسه حتی بره زیر درخت حتی در واقع کمبودها و ضعفهای خودش داشته باشه خدا مس زمانی میده که تو داری خدمت میکنی خدمتت که تمام شد این مس خبری نیست تا دوباره خدمت بعدید، دوباره کار بعدی دوباره دعوت بعدی دوباره خواندگی بعدی وگرنه قرار نیست که فکر کنید 24 ساعت حضور خدا نیست که دائم با ما همراه ما باشه که همواره همراه شما خواهم بود آمین حضور خدا همیشگی با ما اما مس خدا همیشگی نیست فقط در زمان خدمت در زمان نیاز خدا روغنش میریزه و از طریق تو قدرتش جاری میکنه آمین حالا اینا میخوان خدمتی را انجام بدن که زمانش نیست پس روش مسی هم نیست چی خدا در زمانش این کار انجام میده و اتفاقی که میافته میگه آتش قریبی اومد ایشان را سوزانید و مردن کسی که این خدمت رو انجام میداد دعوت خدا رو داشت اگر خارج از زمانهای خدا بخوای کاری انجام بدی و خارج از مکانهای خدا کاری انجام بدی این رو نداری اینو فراموش نکن فکر کن اگر یک جای اینجا مسی داری تا هر جایی بری همون مسی رو داری خدا میگه برای این مکان و برای این خدمت تو رو مس کردم من باور دارم یه جایی برم کجا مس با من میاد کجا نمیاد خیلی جا دعوت میکنن که بیا اما وقتی دعا میکنم احساس میکنم که نه انگار من دعوت نشدم برای اونجا و میدونم اگر برم مس خدا با من نمیاد تا خودم رفتم یه کاری انجام دادم اما اون جایی که تایید میکنه میرم آتش خدا رو میبینم که عمل میکنه شفا و آزادی ها رو میبینم که عمل میکنه به خاطر همین تجربهشو دارم میدونم جایی که خدا هنوز تایید نداده نباید بری و فکر نکن اگه اینجا من مست دارم تو هر کوچه بازاری بری مست داری هر جایی بری هر کاری کنی مست داری زبان هر جا باز کنی مست داری نه باید مطمئن که در اون زمان مکان خدا داری همون چیزی انجام میدی که خدا هست میخواد پس بس پسران هارون همین اشتباه رو کردن که ما مس شدیم به جهت این کار رفتن کاری انجام بدن که مسش نداشتن چون که مسش نداشتن پوشش هم نداشتن حمایت هم نداشتن پشتیبانی هم نداشتن آتش جنگ روحانی شما رو میسوزونه و بعد میگه من رفتم یه جایی جنگ سخت از این کردم پیروز شدم اما یه جای رفتم اصلا جنگم نبود چون قدر بود آغوم شدم چون اونجایی که رفتی پوشش حمایت خدا رو تو بود اینجایی که رفتیم هیچ پوشش و حمایت از خدا نداشتی و فقط خودت و انسانیتت و تجربت و سوادت کار کرده پس خیلی مهمه که جایی که میخوام برم کاری که میخوام بکنم همیشگی نه روتین باشه برای هر چی دعا کن برای هر دعوتی دعا کن برای هر مهمانی دعا کن ما مهمانی دوره‌ای داریم خب داشته باش خدا رو شکر اما احساس می‌کنی با این اولی اوکی دومی اوکی سومی اوکی با چهارمی اوکی نیست شاید نتونی جمع به هم بزنی یه تیمی هستن من بعدا رفتم به اضافه شدم اما مجبور نیستم در هر جمعی باشم مثلا چیزی که ممکنه تو مهمونی دوره ای مثلا ایرانی خیلی مد شده فکر می‌کنم خب که یه جمعی هستن هفت نفره منم اضافه شدم من که نمی‌تونم کاری کنم اوکی اونها ایماندار نیستن تو ایمانداری تو بعد بدونی کجا داری میری خونه کی داری میری خب چه کار کنم نوبتی میچرخه همین دیگه ببین مثلا از کجا رو خوش میشه و این خطر بزرگیه من اجازه ندارم هر جایی برم یه شخصی میگه ما هفتش نفر هستیم بینشون فقط من ایمان دارم بخیهشون اوکی آدم های بدی هم نیستن اوکی هن. اما یکیشون از تو خونهشون پر از بطموته وقتی میرم اصلا آرامی دارم اصلا بهم خوش نمیگذر میگم پرپره چی میری؟ میگه خب چه کار کنم؟ به من دارم میگن بیا زشته آها اه شاول می ترسی، شاول شاول از خدا بترس که مستد نره خب دروغ بگم بهانه بیارم نه مجبور نیستی مست یه بهایی میخواد تو نمیتونی هم دنیا رو داشته باشی بقول مگه هم خدا رو میخوای هم خورما رو میخوای نمیشه هر دور با هم داشتی یه جایی به حال باید انتخاب کنی بین دو فرقه نمیشه لنگید بعدی یه انتخابی بکنیم بین مامون و خدایی که باید انتخاب کنیم بین دنیا و نفس و شیطان و مسیحی که باید انتخاب بکنیم ابراهیم زمان تولد فرزندش نبود خودش وعده داشت بود اوکی خاندگی داشت بله خدا گفته بود بچه دار باشه بله دعوت از خدا داشت بله قرار بود نفسش کسی رو باید بله اما نه در زمانی که خارج از زمان خدا دست به کاری بزنه چون زمان خدا نبود و زمان که طولانی شد فکر حالا خودش بعد یک کاری انجام بده و بچه ای را آورد که نباید تو دنیا می بود و باعث شد که دو تا قومی به وجود بیان که تمام دنیا رو دارن به هم می چرخون می دائم و اینجاست بعضی مواقع تصمیم های ما مثل ابراهیم بود که عوارضش ما رو میگیره خدا آرام کار میکنه نه عجله ای زمان باید به کمال برسه یعقوب برای ازدواج با راهیل هفت سال کار کرد ما باید تو زمانهای خدا باشیم نشد دوباره یه هفت سال دیگه کار کرد یوسف سیزه سال طول کشید تا خوابش تعبیر شد تا اراده خدا انجام شد تا بتونه بره به با عنوان نخست وزیر مصر بیسه تا ده سال سب کرد تا اون تاجگذاری انجام بشه درسته سه بار مس شد اما تا اینکه واقعا تاجگذاریش انجام بشه عیسی سی سال بعد انتظار میکشید تا زمان به کمال برسه خدمتش شروع کنه پولو سالها طول کشید سب کرد تا خدا از اون استفاده کنه تو زمانهای خدا خارج زمان‌ها عمل نکنیم. آمین؟ نیستدن در جایگاه خود اینا میگم و بعد میریم پرستش نه در جایگاه خودت و ترک کردن جایگاه و بی به مس دیگران باعث میشه مس خوش بشه یکی که بی به مس هر کسی مس خودتو خوش میکنه و ما خیلی حواسمون باشه وقتی داریم راجع به کسی صحبت میکنیم جدا کنیم مس شخص رو از عمل کرده شخص و این کاملا دو تا چیز متفاوته ممکنه شخص عمل هم خوب نباشه اما خدا مستش کرده پس حواسون باشه به مست کسی دست نزنیم مگه اینکه بخوای راجع به عمل کرده شخص صحبت کنیم. اونم نه به جهت قضاوت داوری مخ رو محکوم کردنه حالا باز قضاوت آدم میتونه صحبت کنه یه در واقع نظری بده راجبش اما نه اینکه محکوم کنیم اما روی مست شخص هرگز اگر خدا تو رو خوانده برای چیزی و کاری و جایی سعی نکنیم که در واقع خارج از زمان و مکان خدا یه دفعه تصمیم بگیریم به جاده فرعی بزنیم خواندگی خدا مثل آدرسیه که ما را به مقصد میرسونه ما را به هدف میرسونه ما را به رویای خدا میرسونه اگر این در واقع جایگاه و خواندگی که داری رو از دست بدی و گم کنی مستت هم از دست میدی و گم میکنی اگر خدا از تو خواسته کاری انجام بدی و داره تو رو تربیت میکنه و داره آماده میکنه مثل ایلیشا کنار ایلیا داره تو رو آماده میکنه مثل موسی کنار در یوشع یوشا کنار موسا داره آمادت میکنه مثل شاگردان کنار عیسی داره آمادت میکنه مثل تیموتائوس کنار پولس داره تو رو آماده میکنه در اون مسیر جایگاهی که داری میری بیست یه دفعه جاده فرعی و جاده کوتاه نکنیم چی گفتم خدا آرامپس کار میکنه و اگه بخوام زمانهای خدا رو کوتاه کنیم و جاده های فرعی رو بریم و چیزی که خدا در این مسیر خیلی مواقع ما میدونیم افراد میان خدا بهشون یه پیغامی میده یه کاری کنن یه دفعه مسیرشون عوض میکنن میرن یه جای دیگه حتی اگر نبوتی میشنویم از کسی یا چیزی احساس میکنید که توی خاندگی تو نیست من خیلی جاها میرم یه دفعه یکی میاد میگه برادر از خدا پیغام برای شما دارم ما عاشق که از خدا بشنوم ولی این هوشیاری و درایت حکمت هم دارم که بشنوم و تشخیص بدم از خدا هست یا نیست با یه لبخند و یه شکوتاری مرسی اما مجبور نیستم چرا چون که نمیخوام روح نبوت رو خوش کنم و زبان خدا رو بری خودم ببندم اجازه میدم بشنوم اما قدرت تشخیصم هست حتی اگر ندونم که چی داره میگه روی میز بذار روی دسکتاپت بذار روی خاطراتت بذار یادداشتش کن اجازه بده خدا هم برای تو باز میکنه اما یه چی رو میدونم خیلی جاهایی که میرم آره ما خدا گرفتیم که خدا میخواد از شما فلان کنه برادر خدا فلان میکنه برادر میگم مرسی ممنون خدا را شکر اما جالبه شما بگم اکثر چیزهایی که در واقع من میشنوم با اون مسیری که خدا داره سالها من رو میبره با اینکه نبوت من از خدا یه نبوت برات دارم ولکام من همیشه میگم ولکام به ندرت میشه کسی از من شنیده باشه تو زندگی که بهش میگم از خدا نیست و برو ببینم روحیه من شنیدنیه. ولی جالب اکثرا پیغام های نبابتی دقیقا اون چیزیه که خدا براش منو نخونده نمیخوام بگم غلط گفتن یا از سر معدهشون گفتن یا از یه جایی گفتن شاید آرزوی قلبیش بوده شاید چون منو دوست داره داره میگه یا شاید دوست داره در کسی نیست نیاز برآورده کاره میگه یه مردی هست که این کار انجام بده پس بیا اون انجامش بده اما میدونم از خدا نیست ایده خیلی عالی هم هست و بعد ما دعوت میکنم برادر بیا با هم متحد بشیم فلان کار رو بکنیم میگم خب خیلی خوبه من برای دعا میکنم تو برو انجام بده چرا خود انجام نمیدی شروع کن نه بیا با هم میگم ولی من دعوت هم این نیست خاندگی من این نیست تو من میدونم چه چی چیزی خاندگیشو ندارم خیلی زده نشیم وقتی یه نفر یه دفعه میاد بمون میگه آی تو فلانی تو اینطوری تو اینطوری یه دفعه خدا نمیبره جاده خاکی یه دفعه مسیر زندگی خیلی از افراد با نبوبت های بسیار عالی یه دفعه رفتن جاده خاکی بعد هنوی میگه کجایی؟ میگه هیچی آوار میچرخه نه کلیسایی نه شبانی نه خدمتی نه میوهای چی شد یه دفعه؟ کلام خدا میگه ببین از کجا افتادی برگرد همون جایی که یه دفعه جاده خاکی رفتی اگه خدا داره برکتت میده خدا داره شفا میده خدا داره آزاد میکنه خدا داره تجهیز میکنه خدا داره آمادت میکنه یه دفعه جاده خاکی نریم صرف یه نبوت یا صرف یه دعوت یا صرف یه تشویق یا صرف هر چیزی خیلی خطرناکه چون که شیطان خیلی خوب میدونه تا اجاد بری بیرون مس نداری و همیشه هم در واقع شیطان بدم نیست برادر بیا بریم این کار رو انجام بدیم برای خداوند خیلی بهتره خب شیطان میدونه که من اگر اینجا برم بیرون دیگه مس ندارم میگه خب این که اینجا سر جاش تو مس بکشمش بیرون حداقل هم مس این برای که نداره این هم که میزنم کلا جمعش میکنم میگه چی میگم دیگه نمیتونه تاثیر بذاره کافیه فقط بهش بگم بیا کاری خوبی انجام بدیم که یه نفر داره میگه اول شما باب 13 رو باز کنید اینو میگم جمع میکنیم بیریم پرستش با این تمام میکنم البته این جز پیغام نبود یا آن هدایت شدم راجع بهش صحبت کنم الان خدا به یه مرد خدایی به یه نبی یه پیغامی رو میده بهش میگه که برو به این شهری که میری اما در اون شهر به خانه هیچ کس وارد نشو سر سفره هیچ کس نشین با هیچ کس هم خوراک نخور و هر کس تو رو دعوت کرد به کاری و چیزی انجام نده میره وارد در واقع میگه نبی سال خورده ای از آیه 11 میگم باب 13 اول پادشاهان باب 13 آیه 11 نبی سال خورده ای در بیت ایل ساکن می بود پسرانش آمده او را از هر کاری که در آن مرد خدا آن مرد خدا آن روز در بیت ایل کرده بود مخبر ساختند و نیز سخنانی را که به پا پادشاه گفته بود برای خود نیز بیان کردند این مرد خدا در عالی با قوت با مست داره کار میکنه پادشاه فرستاده که بیاد اونجا براش کاری انجام بده و با قوت داره انجام میده پدر ایشان به ایشان گفت به بچهاش میگه به کدام رفت این نبیه پسرانش دیده بودن که آن مرد خدا که از یهودا آمده بود به کدام راه رفت پس به پسران خود گفت اولاغ را برای من بیارید اولاغ را برایش آوردند و بر آن سوار شد رفت از عقب آن مرد خدا رفته او را زیر درخت بلوط نشسته یافت پس او را گفت آیا تو اون همون مرد خدا هستی که از یهودا آمدی؟ با قوت داری به آیات و معجزات کار میکنی؟ مس خدا روته؟ دعوت خدا روته؟ حمایت خدا روته؟ خدا داره از طریق تو کار عظیم عجیب انجام میده؟ و گفت همراه من به خانه من بیا و غذا بخور او در جواب گفت که همراه تو نمیام نمیتوانم برگردم و با تو داخل شوم. در اینجا با تو نه نان میخورم و نه آب مینوشم زیرا که خداوند به من گفته که در آنجا نان نخور آب ننوش از راهی که آمده ای مراجعت نکن متوجه میشید؟ او ویرا را گفت من نیز مثل تو نبی خدا هستم و همین الان از خدای پیغام گرفتم پیش پای تو فرشته ای آمد و جانب خدا برای من پیغام می آورد که بیام به تو بگویم مشکلی نیست بیا به خانه من و در آنجا خوراک بخور و او نیز همراه او رفت میگه سر سفره نشست و خوراک را خورد نه هم مرد پیر سال خورده گفت مگر خدا من نگفته بود که نخور اکنون به واسطه ناعتاعتی از خدا خواهی مرد متوجه شد چی شد؟ مسی نه هیچی همه شب هوا فقط با خاطر یه نبی دیگه اومد تو رو از مسیری که خدا خوانده بود برد جای دیگه خیلی خطرناک نه؟ میگه این کجای ای کتاب مقدس بودیم تا حالا نخونده بودمش. این تو کتاب مقدس من نوشته. تو یکی میگفت این آمه کتاب مقدس برای دستی فرق میکنه با ما. با یکیه. و خیلی با ما باشیم خدا داره کار میکنه خدا داره بلند میکنه خدا داره حیات میده خدا داره برکتت میده خدا داره می تازه داری سلامتی داره شفا میگی داره تو مسیر داری میری یه دفعه خدا نمیبرت جاده خاکی و این خیلی خطرناکه که اون باشه هیچ نو هر نبوتی که بیاد نبوت قبلی رو بخواد باطل کنه و مسیر رو از خدا نیست مهم نیست از کی میشنوی. ممکنه بعضی موقع افراد می کلام تشویقی ممکنه به ما بگن و ما رو تشویق کنن اسکوت خدا رو شکر زغ زده نشیم من روزانه از اینها با ایمیل و پیغام و حضور میرم لیست دارم از این پیغامای نبوتی ای بخوام برای شما جمعش کنم یه کتاب عظیمه اما میدم در جایی که ایستادم خدا مست داده ولی بله ای بخواستم به هر پیشنهادی که داده بودن که ظاهرا پیشنهادهای خیلی خوبی بود همینم الان نداشتم خیلی باید حکیم باشی شیطان خیلی خوب میدونه مس چطوری میاد و مس چطوری میره چون خودش صاحب مس بود و خودش مس از دست داده خودش خوب بلده مس یعنی چی خوب بلده چطوری مس رو بدزده و چطوری مس میفته وقتی از قیال نگاه میکنی میگه تو کروبی مس شده من بودی اولین کسی که در واقع قبل از اینکه انسانی به وجود بیاد و خدا مسش کنه میگه تو کروبی مس شده من بودی و خوب میدونه مس یعنی چی خیلی خوب بلده ارزش مس خیلی خوب میدونه و میدونه چطوری از دست میره میدونه چرا خواست از دست بره چون که خواست بره جایی بشینه که خدا نخوانده بودش در دل خود گفتی که به آسمان سعود خواهم کرد میرم یه خدمتی دیگه انجام میدم میگه دلیل سقوط شیطان چی بود خواست بره خدمتی دیگر انجام بده جایی که براش فرا خوانده نشده بود سر جاش میشد رئیس کل فرشتگان لوسیفر تا الان همچنان بر هیطه اقتدار بود خواهر برادر من که از راه دور و را نزدیک هستی ولی داری میگی چرا من زحمت میکشم و مس ندارم آیا در جایگاه درست هستی یا به هر باد نبوت از این برای این بر میرم خلوت حواسون باشه کار خود آرام آرام داره انجام میشه دست خدا رو ببین چطوری داره تو رو میبره جلو همونطوری برو در جایگاه بیس و اجازه بده خدا در زمانش تو رو به کار خواهد بود چقدر خدایی داریم که عالی چقدر زیبا حرف میزنه چقدر واضح و روشن چشمای ما رو باز می‌کنه برای زندگی شخصیمون برای زندگی خانوادگی بیزنس و کار و تحصیل و خدمتی و همه چیز روابطمون هر چی بیشتر این خدا رو بشناسی تاریخ‌های او رو بهتر میدونیم ما بعد های خدا رو بشناسیم بهتره که در واقع خدا رو بشناسیم اشیا 55 آیه 89 میگه افکار من افکار شما نیست و راههای من راههای شما نیست خروج 33 آیه 13 میگه خدا من مرا فیض تا راه های تو خدا میشه رو به من لطف کنی راه تو بهم نشون بدی میشه خواهش بکنم ازت ممنون میشم خدا به من بگو راه های تو کدومه آیه راه راه تو این طریق طریق تو اگه از تو نیست خدا من دابران مهم نیست قیمتش شقدر نمیخوامش مزمور صدسه آیه 7 میگه او راه خود به موسا و اعمال خیش را به اسرائیل نمایاند خدا اجازه میده راهاش تو بشناسی و بعد از طریق تو اعمالش رو به قوم خدا به اسرائیل نشون میده تو که داره سال تمام میشه چطوری من ردای سوم رو بگیرم بهش میرسیم چطوری مست مضاعف رو بگیرم و بهش میرسیم اما بعد این هوشیاری هم داشته باشین گرفتن ردای یه چیزه نگهداری ردای یه چیز و بارها میبینی افراد رداشون از دست میدن نه اینکه ندارن از دست میدن چون که نمیدونن در جایگاه اشتباه دارن پس بیا با هم دعا بکنیم و اجازه بدیم این حضور خدا بیاد او را بشناسیم در این شناخ راه های را میشناسیم راه های خدا در شخصیت خدا نهفته است راه های خدا افکار خداست افکار خدا تاریخ‌های های خداست راهی که احساس میکنی با قلب خدا با تاریخ‌های خدا همسو نیست خاطر همین می دارم میگم خدا یه دفعه مسیرهای ما رو تغییر نمیده مگر خطری در پیش روی ما باشه که به یه دفعه بگه استاب کن کلام علمی میاد استاب کن جلوتر نرا حرف نزن ساکت باش بیست وگرنه معمولاً کل مسیر رو تغییر نمیده بلکه کار خدا پیش رونده و در مسیر خودش قرار میگیره خدا تو نام تو رو میپرستیم نام تو رو شو گذاری میکنیم باشه خداوند که تریخهای تو بر ما مکشوف بشه روح تو خداوند که روح ما کاشف است من نی بلکه تریخهای تو اراده من نی بلکه اراده تو افکار من نی بلکه افکار تو قلب من نی بلکه قلب تو برنامه های من نی برکه برنامه های تو شکر گذارم که کلام تو برای من نور و چراغ خداوندا. است شکر گذارم که تو سخن میگی و حرف میزنی شکر گذارم خداوند نمیخوام نمیخوام خداوند کاری بکنم که از تو نیست دنبال کار خوب نیستم دنبال یه کاری که خوشایند باشه یه ذره ارضا بشم و دنبال چیزای قشنگ باشم نیستم دنبال این هستم خداوند که تو همراه من باشی راهی رو که تو نیای من نمیرم جایی که تو نیستی من نمیستم. سفره که تو نباشی من نمیشینم نمیخوام مثل اون مرد خدا که با آیت معجزات فقط به خاطر یک اشتباهی نبی دیگه یا به خاطر امتحان یه نبی دیگه آنچه که دارم از دست بدم بر آنچه که دارم شکر میکنم اما داری میکنم بر چیزهایی بیشتر که خداوندا تو خواهی منو سپار